فعال دویت زنین فقط سر همونه. درود بر هم میهنان عزیز، برنامه دیگری رو با شرکت بانو آناهیتا زند و دکتر کیومرس زند کرمانی پیشکشتون میکنم. درود بر شما دکتر زند، درود بر شما بانو آناهیتا، برنامه در اختیار شماست، بفرمایید. درود کدوان گرامی با پیشکاری شما. درود بر شما کدوان بسیار گرامی مازیار پدرام. درود به همه میهنان گرامی. امشب تیرشی 21 تیر از 2551 اعلامیه آزادی کوروش بزرگ برابر است با 11 جولای 2012. امشب تیرشید هست و یکی دیگر از سلسله برنامه‌های قارت آثار و کتاب‌ها و نوشتجات و هر گونه منابع ایران از بسیار از اون سری برنامه رو دنبال میکنیم و جستار امشب رو من گذاشتم روی تاریخچه بانک، در واقع تاریخچه به وجود آمدن بانک هایی که در واقع بر اساس رواخاری تأسیس شده. مثلا این بانک وحشتی رو که اینها آفریدن امروز به جهان رو اینطوری کردن، وسیله چی بوده، چی پرگزاریش کرده، بله، و پایه رواخاری و استثمار انسان از انسان رو چه فرهنگی و چه نوع آدم های پرگزاری کردن. از شاید که بکنم شما گفتون آدمیه یا آزادی بشه بیانیه. بله بله، باز با پوزش ما در خدمت هستیم. خوشحالم که شما اینجا هستین که درست کنید اشتباهات رو. بله، امشب یک تاریخچه کوتاهی از چگونگی به وجود آمدن این سیستم بانک رواخاری یا اون گونه که معروف شده بهش میگن یوزری بانک، USURAY، یوزری بانک که در واقع همون یوزر به معنای ربا و رواخاری هست دیگه. استفاده پول از پول، یعنی یه چیزی کانسپتی که فقط از ذهنی انسان روان پریش و روان نژن میگنجه که بگه خب من حالا این پولی رو که برای اکسچنج درست شده، اکسچنج آف گودز اند سرویسز، من اینو بردارم و مونوپولایزش بکنم، اصلا تفکر مونوپولی کردم، مال من چیز من فلان من اله من، این تفکر مریض انسان که هیچ نه تنها به خودش هیچ ایمانی نداره، به هستی بودن خودش، حتی خودش قبول نبود تک نمی کنه وجود داره، در نتیجه این عدم اعتماد به نفسش شکار میکنه اونو به شیطان صفت من صفتی میدازه، در نتیجه دنبال کلک کلوکی یک سیده بعد انسان بیچاره مرتب دنبال کلک کلوکه بود. بله. خیلی هم فهم میکنه در من بعضی مدتی یک ولیو یا یک ارزش میشه براش. این تفکری که از پول استفاده بکنیم که پول رو کنترل کنیم، بعد از طریق کنترل کردن پول دیگران رو استثمار بکنیم رو با بگیریم، یک چیز عجیب و غریبی که امروز شاید بهش عادت کرده باشن مردمان جهان. بله. ولی خوب فکر کنید یک وحشت عجیبیست که سستینبل نخواهد. بله دقیقا. این تاریخچه رو که بررسی میکنم در واقع تا اونجایی که من به دست آوردم این نوع بانک سیستمی که الان به طور مونوپولی کاملش و سنترال بانک که در واقع اکثر به سر کشورها رو خورده و اینکه پایش از کجا بوده، من تا به حال تونستم به 4 تا 5 هزار سال پیش برسونم جریان و اینکه از زمان سومریان بابلونیا به اصطلاح تمپل ها معابدی که در واقع پول و رباخار اینترست یا سودی که روی پول و کامادتی داشت رو به اصطلاح انجام میدادن، لوحه هایی که به دست اومده چند نمونه رو من براتون میگم و اینکه میبینیم این سیستم کامادتی مواد مصرف که که میتونید شما از روی جنس یا روی پول ربا بگیرید، ربا بخورید یا قرض بدید، مثلا ربح بدید یا مثلا مسئله ساختمانی بدید بهش بگید که مثلا 10 ماه بپرداز، هر باری هم که عقب میدازید مثلا اینقدر روش سود بده، این کانسپت
کانسپت مثلا کامادتیز انمانی من فرموش کم شما چی میگفتیم؟ بله من گفتم تاریخش از زمان سومریان بابلونیا که 5000 تا 4000 سال پیش لوحه هایی که از اون به اصطلاح معابد و از اون زمان به دست آمده که این سیستم رو پایه‌گذاری کردن و تاریخش رو دنبال میکنم تا به امروز که در واقع بانک های جهانی رو موناپولی کردن بسیاری از چیزها و اصطلاح حتی کامادتی مواد خوراکی و هر گونه منابع دیگر رو بله نفت انرژی اینو می‌خواستم بگم بله تا زمانی که شما یک نیروی خواهنانه به بقیه بشریت برنامه پشت سر بشریت نریزه و احساس جنایت و خیانت به بشریت نداشته باشه نمیتونه مونوپولایز بکنه چیزها رو تا چه زمان این که مونوپولایز نکنه نمیتونه روش رباخاری بکنه یا به اصطلاح اینترست بگیره یعنی اینا سازنده هم دیگر انسان ناتوان که قدرت تولید نداره تبدیلش به انسان مریض یا روان پریش و روان نجم حسود و مریض و بعد انسان عدم اعتماد به نفس در نتیجه نقشه حمله به دیگران رو میریزه نقشه کلک زدن سریدن کلاه گذاشتن مثلا از پشت خنجر زدن از هر طریقی از مثلا جاکشی فاحشگی نمیدونم کودتا غیره غیره چگونه برای بشریت بتونه کنترل تا زمانی که تو کامادتیز و مثلا پول رو تحت مونوپولایز قرار ندین شما نمیتونی ازش رو بخاری بکنیم یعنی کسی که پول به اندازه کافی داره که بخور و بیار به قول معروف بخور و بیارشم یعنی زندگی بکنه این پول رو اصلا کسی احتیاجی نداره که ربا بگیره یا ربا بده ربا بکنه یا ربا بده سیستمی که بر اساس مونوپولی پایه‌گذاری شده بر اساس انسان مریض پایه‌گذاری کرده انسانی که توانایی تولید مثل انسان آریایی تولید میکنه ولی اینا که تولید نمیکردن یعنی تازیان یعنی هم که شما گفتیم سومریان تازیان بابلیان ها ابری ها عرب ها که باید میگیم چی شد که دست ابری ها فقط افتاد این مارو خوریم و بقیه رو نوکرهای خودشون کردن عرب ها یا از طریق اسلام عرب ها رو نوکر خودشون کردن که در ظاهر باش میجنگن ولی دست خودشون میسازن خودشون همه سیستم رو که بله همون مونوپولی رو که دنبال میکنیم پیش از این هم گفتیم و بیشتر بازخواهیم کرد این سیستمی که در زمان سومری ها که پدران همین به اصطلاح سامی های غرب ما باشن خودم خود سامی ها چون سامی که به حال نامی دادن بهشون تازیان غرب ما اینها شواهدش و مدارکش به دست اومده که این سیستم رو پای گذاشتن ولی اون به اصطلاح قومی که از همون به اصطلاح پدرانشون در واقع سومری ها بودن این رو به طور سیستماتیک به اصطلاح برنامه ریزی کردن و اجرا کردن و تا به امروز روش عمل کردن همانا توراتی ها باشن ما پیش از این گفتیم که در همون بخش جنسیس چپتر اول تورات رو که بخونید بخش یوسف و جریان این که داستان این که به مصر میره و چگونه 7 سال سیستم موناپولی کردن رو در واقع خط به خط و مرحله به مرحله نوشتن در تورات که چگونه با موناپولی کردن پول مواد خوراکی به اصطلاح ارزن و این گونه چیزها غلات و به اصطلاح احشام و سپستر در آخرین مرحله برده کردن خود انسان ها و نه تنها زمینشون رو گرفتن بلکه اونها رو برده کردن روی زمینی که دیگه مالک نیستن و اونها میباید رو اون کار کنن و سودرش رو به تمپل به معابد به ربایی ها بدند و اونجا هست که یوسف بعد از این که هم در عرض 7 سال همه چیز رو موناپولی کرد این سیستم به اصطلاح مصر رو در آخر گفت که 20% هم باید سود بدن دوستان همچه آشغالایی که وجود نشه یوسف و ابراهیم زرکش و غیره غیره اینها انسان‌های روان پریشی که گفتیم دارن برنامه میزن که چگونه دنیا رو بخورن مثلا برن به ایران یا به مصر یا به کشورهای بزرگ از طریق نفوذ مردمان اونها رو بیچاره بکنن اقتصادشون رو
مونوپولایز بکنن، از بین ببرن، خفه بکنن، تحت کنترل بگیرن. چیزی جدیدی نیست، چند هزار سال نیست، ولی امروز هم این همون، یعنی دقیقا همون داره اجرا میشه در شهر مختلف و ما از نظر استراتژی ثابت که تعالی باز کردیم برای دوستان که چرا زمان سقوط این سیستمه، چرا زمانی که این چرا سیستم unsustainable بوده و از 200,000 سال هوموسیپینس فقط 5,000 سال تونسته وحشت و جنایت و پستی و رذالت روی زمین ایجاد بکنه، چرا زمانش به سر رسیده، اینها رو باز کنیم، در اینم باز کنیم کرد. یعنی که ما اینا رو تاریخ رو که میگیم فقط به این دلیلی که امروز ما بدونیم که دوباره ما رو تو چاه نمازن این موجوداتی که الان در بله. و این سیستم رو که گفتم پایگذارش همون پدرانه به اصطلاح توراتیها که همون سومریان و به اصطلاح اقوام غرب ما بودند، و اینکه این سیستم رو توراتیها ارگنایز کردند و نوشتند و در تورات خودشون و دست نوشته شد برای جنریشن، برای نسلهای بعدی که آنگونه عمل کنند و کردند تا به امروز جوده. بله. و میبینیم که جالبی این مسئله و این پیچش این به اصطلاح توطئه ابراهیمیان در این هست که اون شما توری توطئه شدید که بله توری توطئه نگید نراحت میشنید فکت توطئه هست. این آقای این دایه میگفت که همه توری توطئه دارن میدن، هی میگن اسرائیل بده، اسرائیل بده. نخیر، تو که مأمور مخفی مجاهدینی، مردک ملعون و تریتا پازیکی از زاویه دیگه مأمور اسرائیل جونته، یعنی جمهوری اسلامی سلاش اسرائیل. حالا تو فکر میکنی جناح مجاهدین سلاش اسرائیلی اینقدر مدفوع اسرائیل نخواه بدبخت حسنک بیچار آخه تو میخوای دوباره مردم رو بندازی در تبلیغات اسرائیل جونت میمون شما جاسوس اسرائیلی، ولی میخواید کشوری رو بندازی زیر توزه، یعنی الان که هست، الان که آخونده مامور اسرائیل هم میگه حالا جناح تو رو میخواید، جناح مجاهدین میخواید رو کار بیاری من با که ملوم بسید بگم که اینا دوتا احساس استراتژی این آشغال های توراتی چیه که دوتا موجود کثیف و ملعون رو انتخاب میکنن، یکی تریتا تازی، یکی حسن دایی. من زاویه استراتژیشون در اصل اینه که اسرائیل جون اونا بیا حاکم ایران همجور که هست این حکومت بمونه، در چه این منافع عربایی که سر کار گذاشتن، عرب جودایی که تو ایران سر کار گذاشتن، همینجوری منافع صاف پول از ایران بیا بره تو بانکای اسرائیلی در وقت. یکی هم استراتژیکلی در آینده که قرار اینه مردم انقلاب بکنن اینا بیفتن آلترناتیو دستشون کسافت اللهی و شهادت اللهی ها و دایی مجاهدین و آشغال ها و فاحشگان روس بیان بیاریم، یعنی از چهاره بجاییم، یعنی شاه بره این آشغال خمینی بیا، خمینی بره این آشغال ها بیا، این بره دوباره بچه شاه بیا، یعنی مرتب مسخرگی که اینها رو میزن. این چیز جدیدی نیست، اینا همون توراتی های انگلستان همین بوده، سیستم تفرقه بنداز و حکومت کن. بله. انگلیس نیست، بله. انگلیس دست کی هست؟ به هر روی این سیستم توراتی که همگونی که گفتم در تورات پای ریزی شد به وسیله داستان یوسف و یعنی در واقع چیز برنامه ریزی شد، میبینیم که همین به اصطلاح مذاهب بعدی ابراهیمی یعنی کریستیانیتی و اسلام که به قول شما یعنی همگونم هست، یک دعوای زرگری بین این مذاهب ابراهیمی هست در این حال جوده انداختن این دعوای زهرم منظر بیانه دینای متفاوتی هم. بله دینای متفاوت هم، ولی از اون طرف هم به اونها اجازه رباخاری ندادن، یعنی در مذهب کریستیانیتی و اسلام حرام است به قول معروف رباخاری، و اینجا زرنگی تبصره داره روح داره، ولی زرنگی کردن که اون به اصطلاح خودشون و زمانی که به ویژه کشورهای اول که خب توطئه حمله به ایران در چندین مرحله تاریخی و بعد خوردن اروپا اینها مسئول باشن از این جریان و بتونن قشنگ رباخاری کنن که در واقع خود کل اروپا رو به این وسیله اقتصادشون رو اول خفه کردن و بعد خوردن.
حالا ما سیر این جریان رو دنبال میکنیم ببینیم جریان از کدوم قرار بوده. با قول من عکسی که دوست گذاشته توی فیسبوک ما بله. که اون ربره رو نشون میده که روی گردن مسیحه واسه مسیحه روی پشت اسلام همه کسافت های جودان رهبرای جودان با پوزش از دوستان ابیتبا یا هرچی این آشغال هایی که رهبران شما هست دنیا رو به کسافت کشیدن. آقایان خانم ها اینقدر نوکری رهبرتون رو نکنید، یاد بپیوندید به انسان های بزرگوار و خداصفت. خب حالا این چی نشون میده که اینا همه نوکره جودان، خود جودا درستش کردن و استفاده میکنن از هم اسلام هم کریستیانیتی کدوان. اگه بتونیم شیر کنیم کدوان صفحه رو من صفحه رو میخوام با شما شیر کنم، یه عکس بذارم کدوان به زودی میاد. بله کدوان باز کردن تقریبا اونو که سرش ندن این سکرین رو میذارن و شما خواهید دید که این مسلمان و کثیف عرب که ممنونن یا رهبرشون که خود جودن آیت الله اینا سرشد امان اگزیلار کان کدوان درود. دکتر زند میبخشید من فکر کنم یه دقیقه دیر کردم. بعضی موقع ها این چون این سیستمی که کار میکنه نوبتیه دیگه، ده نفر اگه تو صف باشن اگه اون تایی صف باشی دیرتر بهت میرسه صدا. اینه که وقتی منو صدا میکنید یه دقیقه فرصت بده تو من بشنوم. بله 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 در خدمتتونم. بفرمایید. من عکسو گذاشتم به هر حال تا موقعی که شما نشون میده که یک عرب حال قم شده داره نماز میذاره روش مسیحی نشسته دستش به هم چسبونده جرخ میکنه رو کلش هم اون رهبر جهود و صده با از دستگاه اسکناس قه قه میخنده. دقیقا همین گله واقعیت داره نشون میده دیگه. بله این خلاصه تمام چیزایی که ما راجع به این آشغالای به اصطلاح تازی یا به اصطلاح سامی یا ادیان ابراهیمی گفتیم، یعنی حالا بهای آشغالا هم فرض کنیم مثلا یه شاخه زیر باستن مثلا اون یکیه اون یکی زیر فلان اون یکی اونا دیگه این اصلیش این ستا کسافت هم که پدر همه شون صاحبشون اون آشغالی که اون بالا با صدای حافظ داره میخنده. حالی اگر خوش شد یعنی خب جوده باهوش بود دیگه این یاروه که از کناس دستشه یعنی خب اگه باهوش بود تو هم هوشت به اندازه علاقه تو هم برو خب نوکری هم مطبوعی اینه بخور دیگه، چرا خود ایرانی میدونی و بزرگوار میدونه از اون ور اینا یعنی دو شخصیت شده بعضی ایرانی ها از یه ور خودشون اومدی اصلا نمیخوان قبول کنن دکتر زن باهاشون بعد صحبت میکنی بسید که مثلا ما باهاشون دشمنی داریم واقعیت های تاریخی رو بهشون میگی قبول نمیخوان بکنن، به هزار دلیل برای خودشون میارن که اون آشغالایی تو مغزشون تکون نخوره که بگن بابا ما یه عمر اشتباه کردیم همش این کارا رو کردیم حالا الان دارن بهمون واقعیتو میگن ما دیگه چجوری قسم بخوریم بعد چیکار بکنه به اینا واقعیت باور بکنن. جدیدن دقیقاً انسان مریض انسان بدبخت این گونه است، یعنی حتی موقعی هم که بهش میگن که چه بر سرت اومده اون کتمان حقیقت یکی از مراحل روان پریشیه دیگه، یا موقعی که انسان شکست خورده نمیخواد شکست خودشو بپذیره کاسیلیسیه به صلاح اون آدمی که بهش تجاوز کرده یا پولشو دزدیده مثل جوده رو بالا ببین دستناس دستشه، یعنی در اصل اینقدر خودش انسان حقیری میبینه و ناتوانی میبینه که خودشو جز یک کلاب کلوپ میبینه، کلوپ شکست خورد، کلوپ مریضه، کلوپ کاسلیسان، کلوپ چی میگن نوکران سرمایه اجنبی، نوکران به اصطلاح قدرت، این رو قدرت میبینه، یه نگاه میکنه به این یارو و
ایستاده اون بالا با این اسکناس دستش ترش میلرزه از که بتونه بره مجیز اینو بگه و موکر رو این بشه که بگه خب منم آدم هم منم تونستم یک کلمه حرف بزنم با اون جوده که صاحب دنیاست. دنیا رو خورده آدم مهمیه دیگه، اگه تونست دنیا رو بخوره آدم مهمیه دیگه. منم دیروز باش تلفنی صحبت کردم با خاک بر سرت، اینقدر خوشحال شدم که جوده بزن. مثل یارون یه جوک بود، یارون زنکی میگفت که این انگشتر منو میبینی؟ اینو شاهزاده چی فلانی شاپور غلام رضا موقعی که به من تجاوز کردن به من دادن، هی به همه هم نشون میده. اینا هم همین هم کردن. اینا چون تجاوز شده، انسان تجاوز شده، انسان شکست خورده، یه جوری افتخار میکنه. چرا؟ چون میخواد جزء اون کلوب شکست خوردگان باشه. اگه بیاد تو کلوپ انسان ها احساس تنهایی میکنه، چون اون دوباره شیش که انسان این قد شد. حالا نمیدونم این چجوری کار میکنه. نه پس بیرش هست کرد بودو درست میگه من هم صدای تبلیت قد شد. درست میکنم. الان ببین الان باید درست شده باشه دوباره. آها درست شد. خب الان درست شد. بله اینا این سیستم خود کمپانی که این برنامه رو برای ما پخش میکنه، اونا به هر حال به اشکال برمیخورن گهگاهی، همیشه مقصر نیست. عرضم به حضور شما دکتر سن، همین مطلبی که الان داری بشتی میگفتی یا اینها، اینو من قشنگ این هفته توی برنامه که شما تشریف نداشتین، برنامه آدم خوران، من قشنگ نشون دادم به این ملت بیننده که اگه حوصله کنن بفهمن من چی گفتم. من رفتم تو گوگل قشنگ آیات پخش نمیشیم که پخش نمیشیم. نه من الان از چیز که نگاه میکنم الان یه چند لحظه دیر بهت میرسه. اون آدمکران میبوری نشون میده و پلش میکنم، میگه که this video cannot be played. دکتر سن من دارم میبینم، درست فکر کنم. اگه داریم میبینیم پس سیستم شما درست. نه درست من این چیزم قد شد، این از طریق تبلت هم قد شد. آره تبلت به خاطر این قد شد که من قدش کردم دوباره لایف شدیم. متوجه. الان یه لحظه صبر کنی درست میشه. عرضم به حضور شما دکتر سن، من قشنگ نشون دادم چطوری میشه آیه های قرآن رو در تورات کپی کرد. یعنی تو تمام تاریخ همچین چیزی غیر ممکن بوده. یعنی چرا ممکن بوده؟ یعنی باید یه آدمی میخواسته باهوش بشینه دو تا کتاب رو با هم بخونه و اون وقت یادش هم باشه ببینه اینا رو مقایسه بکنه. ولی الان خیلی راحت میشه این کارو کرد. از توی گوگل آیات قرآن رو اگر سرچ بکنن، این همونو توی تورات سرچ بکنن میبینن این همه کپی هم دیگه است. شک نداشت باشه. برای اینکه اون کس پنج تا خاخام کثیفی که دنبال محمد افتاده بودن از طریق اون سرشنوم بزرگ چیز مدک ایزیلا، نه آره ایزیلا رو عربستان کسفت کی بود مردی که ابو بکر که از پدرش هم که خب نوکر به اصطلاح عبد الله بوده، الله هم که میدونیم که مال جودا بوده، از همون علوخی میاد، توی همون جعبه اشغال بوده دیگه. اینا جودایی بودن که به قول معروف اسم یهودیت رو با مبعوث کردن محمد عقب مونده تبدیل کردن به اسلام، یعنی تسلیم رو به محمد و اون سرشلوم که از ایران رفت بود به اسم سلمان تازی. بله شلوم بن هوشیل دوستان که به ما تک زده بودن نتونستن پیدا کنن، مثل اینکه درست اسپل نکرده. اینو اگه لطف کنی الان تو چت روممون این چیزشو بنویس. اون کدول موزه گرفت. من روی فیسبوک اسپلینگ درستش رو فیسبوک زند کرمانی گذاشتم. بله بله. دوستان میتونن مراجعه کنن. بله بله دوستان به زند کرمانی در فیسبوک مراجعه بکنن، اون اسپلینگش هست. شالوم SHALLUM شالوم بن BN فاصله هوشیل HUSHIEL هوشیل. و این به هر روی در واقع شالوم یا همین سلمان ریپریزنت هم سلیمان بود. بی خود نیست که ما هر جی رو که توی اماکن پیش از اون برای
حمله اسکندر میشه گفت بله. اینا دیگه همه جا سلیمانی شد، همه شد ننه سلیمان، عمه سلیمان، فاحشه سلیمان، چون که بالاخره یه سلیمان شید میگفتن تخت چیزه تا بالاخره بله. یک سلیمان رو واسه ما درست کرده، یعنی یک کامبینیشن، یک ترکیبی از همین شلوم بن هوشیل با محمد، و این سلیمان جدید رو اسم سر دادن به ایران. ولی که صفتا بهشون میگیم که خب ما دفت بخاطر چرا ما همه سلیمان کردیم. نه دوره بس شده، دوره الان وصلی، ولی الان تبلتتون نگاه نکن واسه یکی دو سه دقیقه کرده، امیدوارم شما بتونیم اینا رو به من بچسبونیم. بله بله من درستش میکنم، خیلی جالب شد، این عکس فوق‌العاده است. یعنی دکتر زن تمام این صحبتهایی که شما این مدت کردی و اون شعری که من گفتم برای چیز در مورد اسلام یهود، اسلام یهود، و اونجا من تو اون شعر سه تا دلیل آوردم، الان شده پنج تا دکتر زن. دقیقا اگه اجازه بدید من یه دفعه دیگه این دلیلاشو بگم، به چه دلیل بفرمایید. من میگم شعر 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 ولی نه اجازه بدید من این شعر رو بعدم بخونم، چون این شعر درست شده، دو تا دلیل دیگه شم آوردم توش ولی هنوز آماده نیست. من این شعر رو بعدن با پنج تا دلیلی که توش هست به زبان شعر براتون میخونم، ولی الان اجازه بدید این پنج تا دلیلو بگم چرا ما میگیم که اسلام و یهودی ها ساختن. یک، ببین دکتر زن، تو تمام اون میدل ایست، خاورمیانه، تمام کشورها، حالا هر چی بوده، اینا مسلمان شدن جز یهودا. بله بله، اما مسلمان های گنده آیت الله همشون یهودن، ولی مسلمان معمولی ها هیچ یهودی مسلمان نشده. بله بله، زورش میرسه دیگه. بله، اونا مسلمان عمامه به سر، چیزه همون یهودی عمامه به سر، اینجوری بشه. دقیقاً دکتر زن، ببین من اومدم اینو اجازه بدید یه بار دیگه بگم، در گوگل من تدریس کردم چطوری کامپیوتراشون رو فارسی کنن. اگه بیاین تو www.tvparsi.com بغل عکس هیلا صدیقی هست، آرشیو آموزش‌های کامپیوتری، اونو کلیک بکنن شماره 8 بهشون نشون میده چطوری کامپیوترهاشون فارسی بکنن. در همون همون آموزشی که من دادم گوگل سرچ هم هست که من چطوری آیات قرآن رو با همین ترتیب پیدا کردم. یعنی نوشتم قرآن 6 روز خلقت، این جریان این که خدا جبرئیل و فرستاد 6 روز زمین رو فرش کرد و آدم رو با گل درست کرد، این آیات میاد. اون قرآنش رو کردم تورات، دکتر زن تورات 6 روز خلقت، این همین اومد. حالا انجیل رو نکردم، انجیل هم بکنی همینه. یعنی این عکس قشنگ داد میزنه که این مطالبی که ما میگیم اون تو قشنگ ثابت میشه. حالا ببین دکتر زن، با همین ترتیب الان حضرت محمد، حالا من حضرت محمد میگم به خاطر اینکه اگه بگم محمد کسی نمیشناسدش، حضرت محمد اومده الهاماتی که بهش شده، مثلا حالا دیگه نمیدونم، حرفایی که زده میگه الهام خداست. الان ما کشف کردیم بابا الهام خدا نیست، تو تورات نوشته، 90% تو توراته. میگه نه بلنشی خودتون با همین ترتیب آیاتو برین دنبالش بگردین، هم تو تورات هست هم تو انجیل. این دلیل دوم بود. اونم غلط خلوت البته جایش غلط خلوت چه بله. اون آشغالایی که یادش میدادن این یاد نمیگرفت، این عقب مونده بود، این فقط فکر به اصطلاح جفتگیری بود و فکر شکمش مرتب بود، فکر دیگه نمیکرد محمده. ما تو یه دونش موندیم دکتر زن 50 تا. حالا دلیل سوم دکتر زن، ببین این عربا به ما حمله کردن، تو هر کشوری اگه یکی مثلا الان تو انگلیس بری، می تو هند بری، همه دارن زبان انگلیسی رو بلدن، یا به هر حال اون زبانشون عوض شده، یا مثلا بعضی از کشورهای آفریقا. بحث مفصل تاریخی آماده کرده امشب. حالا اگه بله بله الان یه دلیل دیگه مونده، حالا کاری نداریم چقدرش پخش نشد، دویت زد. اگه نشد این آخریشه، آخریشم که شما الان گفتی، همین شلوم بن هوشیل که رفرنس هم دادیم، این هم چه دلیل پنجمش. بفرمایید، من دیگه صحبت دارم. خواهش، درود بر شما، امیدوارم که الان دیگه پخش بشه. بله شما به خوبی گفتین کدوان، و اون شعرتون که دیگه کاملترش هم مثل که کردین خیلی گویا است. بحثای ما
اینها همه یک نتیجه گیری رو میکنه و اینکه به هر حال ببینیم این توطئه‌ای که در واقع ریختن انگیزه اصلی همون مسئله سود و پول و به قول کرمز شکم و زیر شکم هست و این چیزیست که برنامه ریزی رو کردن، اجراش کردن از پدران خودشون 5000 سال پیش سومریان که این به اصطلاح یوزری یا رواخاری یا سود پرستی رو به هر عنوانی برده گرفتن مردمان، استثمار انسان از انسان، این رو پایه گذاشتن و عملی کردن 5000 ساله و به طور بسیار سیستماتیک و به اصطلاح ارگانیز شدهش هم در همین تورات و به اصطلاح مذاهب ابراهیمی که بعد از اون میاد و این عکس بسیار گویا هست که یکی از دوستان در فیسبوک ما گذاشته بود. به هر روی من این تاریخچه رو تاریخچه یوزری بانک یعنی بانک رواخاری یا سود پرستی رو گفتم 5000 تا 4000 سال پیش که سومری ها و بابلونی ها در واقع حمله کردن به میان رودان چون اینها در غرب ما بودن به بین دریای فرات رودخانه فرات و به صورت تیگرس اینها اومدن و ما ایرانیان در آنجا شکست دادن و معابد خودشون رو روی معابد ما روی شهرهای ما بنا کردند و شروع استثمار از به اصطلاح استثمار سیستماتیک از اونجا شروع شد که یه چیز بنویسیم که به حمله شیاطین امشب ما نمیتونیم را بریم تا برنامه رو پاسپورت بکنیم بتونیم یه دفعه دیگه در یه دفعه دیگه لایف بشیم. میخوایی یه دفعه دیگه امتحان کنید؟ نه من فکر کنم خب دوستان اگر ما امشب دیگه قطع شدیم ما دیگه امشب بر نمیگردیم با حمله شیاطین قطع شدیم تا برنامه رو بر یک دفعه دیگه چون از نظر تاریخی شما یک ریسرچ مبسوط معرف شده مطمئن دارید که دیتیل با دقت شما رایه‌های بیچاره شدن بشر رو به وسیله عده آدم خور روشن میکنه که از اقتصادی به صدا صد فرهنگ و سیاسی اینا چگونه تونستن تیک اوور بکنن که ما میخواستیم برسیم که چگونه این سیستم به unsustainable بودنش به شکست خودش رسید به خاطر همون سرپویش که کار خودش رو انجام میده. بعد شدیم دیگه بعد نمیگردیم. بله حتما بفرمایید. بله به هر روی در این لوحه‌ای که بهتون گفتم در واقع بین 4 تا 5 هزار سال پیش در زمانی که سومر و بابلونی میان رودان حمله کرده بودن این معبددار یا پریستشون که شماش خدای شمس یا خدای خورشیدشون بوده پولی رو قرض میده به شخصی و این شخص میبایست در زمان برداشت محصول این پول رو با سودش بر بگردنه یعنی پای ریزی سود بر به اصطلاح اون نقره یا به اصطلاح چیزی که داده میشه رو اونجا میبینیم که داکیومنت کردن به اصطلاح مدرکش به دست اومده. این یکی از لوح‌های بسیار کهنی است که از اون سیستم به دست. یک نمونه دیگه از این دست به اصطلاح رباخاری ها در زمان سومر و بابل هست در یک لوحه به اصطلاح گلی دیگه که میگه ورد الیش the son of تریبون has received from sun priestess Itlani daughter of Ibatu one shekel of silver by the sun god's balance. This sum is to be used to buy sesame. At the time of sesame harvest he will repay in sesame at the current price to the bearer of this document. و این گونه هست که در این لوحه در واقع باز این شخص رو میاره که به اصطلاح پسر کی هست و از اون معبددار به اصطلاح یک شکل نقره میگیره و
این پودر رو این نقره رو میگیره برای اینکه سسمی بخره، کنجد میگن فقط بر سسمی یه شکل گل کنجد بخره، به مثلا پرامیسری نوت در واقع میده در این لوحه که این رو سفته میده، سفته میده بله، که این رو با قیمت روز زمانی که مثلا محصول رو بر میدارن رو و چیز میکنن این مثلا قیمت رو بر میگردونه، بله در واقع پیش خریده، یعنی کنترل کامادیتیز که شروع توتیه به قول معروف ستاره پول از پول باشه، بله به هر روی میبینیم این دو تا از این نوع از این دست به اصطلاح سود و رباخواری هست که در سیستم عجیبه، بله بله شما بفرمایید سیستم حمله کردن کرد با بله بله من باورم نمیشد دکتر زن میگفت، ولی خب به هر حال مثل که یعنی حتما ویروسکن روی اینم بذاریم که ببینید شاید مشکل ویروس هم باشه، البته یکی دو روز پیش خیلی میگفتن ویروس های هم قرار حمله بکنه بر این خبرش میشنیدیم، بله بعید نیست ما اینفکتد شده باشیم، ولی به هر حال اجازه بدیم برنامه رو در همینجا ببندیم چون اینطوری نمیشه، بله تا فرداشه خب الان یعنی تا ما داریم لایف پخش میشیم که ما الان لایف یه دور چیزی بله پس به حال ما بدرود میگیم امشب شیاطین حمله کردن و ما این برنامه رو به طور کامل اجرا کردیم، شیطان رو بزرگ دارم بالا وایستاده، شیطان رو بزرگ بله با پوزش از هم از دوستان و همیهنان گرامی تا فردا شب فکر کنم امیدواریم که برنامه درست بشه فردا شب بدرود بر شما.